به نام خدا و با تقدیم سلام خوش آمدین به یکی از ویدیوهای دیگر امروزمان. مروه امینی در صفحه رسمی فیسبوکش چنین نگاشته است: زراورتیا لوطن سخه ساتنه ده دخمن لظلم ده زان خلاصوال جنسیت نپیشنی بلکه هود او حدسو پوری دراو لری. ده افغانستان میرمنو ده هواد ده تاریخ با اگدو که اخپل میران ثابت کری. رئیس جمهور گزارش 8 صبح پیرامون فساد در مصرف بودجه کرونا بررسی شود. محمد اشرف غنی دستور بررسی یافته های گزارش تحقیقی 8 صبح پیرامون حیف میل میلیون ها افغانی از بودجه مبارزه با کرونا را در نشست کابینه صادر کرد. وی با استقبال از این گزارش و تاکید بر نقش آن در آزادی بیان و حسابدهی دولت گفته است در برابر افرادی که از منابع مبارزه با ویروس کرونا سوء استفاده میکنند اقدامات جدی خواهد کرد. نهادهای حامی رسانه ها همزمان با ابراز خوشبینی در مورد حمایت رئیس جمهور از نشر گزارش های تحقیقی و مطرح کردن آن در آجندای کابینه میگویند که امیدوارند نتیجه بررسی چنین گزارش های در عمل نیز به مردم ثابت شود. ارگ در حال دستور بررسی های فساد در بودجه مبارزه با کرونا را صادر می کند که بر اساس گزارش روزنامه 8 صبح کمتر از 150 میلیون افغانی تنها در بودجه مبارزه با کرونا هرات، بدخشان، میدان وردک و نورستان حیف میل شده است. تنها یک روز پس از نشر گزارش تحقیقی روزنامه 8 صبح در مورد حیف میل پول مبارزه با کرونا در کشور، رئیس جمهور غنی به برخی از اداره ها دستور داده است که یافته های این گزارش را بررسی کنند و نتیجه آن را تا یک هفته دیگر به ریاست جمهوری بسپارند. ارگ روز دوشنبه دوم سرطان با نشر اعلامیه گفته است که برخی از نهادهای مسئول از جمله اداره امور، اداره بازرس و اداره عالی تفتیش موظف شدند که این موضوع را در خلای یک هفته پیگیری کنند. رئیس جمهور غنی در این نشست تصریح کرده است که حکومت در برابر همه افرادی که از منابع مبارزه با کرونا استفاده سو می کنند به گونه جدی اقدام خواهد کرد. بر اساس این گزارش که روز یکشنبه اول سرطان با عنوان فساد میلیونی در پول مبارزه با کرونا به نشر رسید، از حیف میل میلیون ها افغانی پول مبارزه با کرونا پرده برداشته شد. یافته های این گزارش نشان می دهد که مقام های محلی بدخشان و وسایل طبی مبارزه با کرونا برای این ولایت را 11,846,080 افغانی بلندتر از نرخ بازار خریداری کردند. همزمان با این مقام ولایت نورستان برای 43 قلم از اجناس طبی که به صورت دست دوم خریداری شده است 3 میلیون افغانی نسبت به نرخ بازار بیشتر پرداخته است. مقامات در میدان وردک نیز برای خرید 11 قلم وسیله طبی 9 میلیون افغانی به شرکت ساختمان و خدمات لوجستیکی شاکر احمدزی هزینه کردند که از این میان برای تنها 6 وسیله آن 1 میلیون و 800 هزار افغانی بیشتر از نرخ معمول در بازار پرداختند. در هرات اما قضیه پیچیده تر است. جیلانی فرهاد سخنگوی این ولایت تصریح کرده که 169 میلیون و 718,918 افغانی از بودجه 400 میلیونی مبارزه با کرونا در این ولایت برای تهیه تجهیزات امکانات لابراتواری و معاش کارمندان به مصرف رسیده است. غلام حبیب هاشمی عضو شورای ولایتی هرات و عضو کمیته نظارت از چگونگی مصرف بودجه اختصاص یافته برای مبارزه با کرونا گفته است که مقامات محلی در این ولایت تنها 300 میلیون افغانی را از منبع واحد صرف خرید تجهیزات طبی کردند که تناقض حدود 130 میلیون افغانی را نشان می‌دهد. این گزارش تحقیقی در حال نشر شد که شک و تردیدهای پیرامون مصرف بودجه و سایر ولایت‌ها نیز مطرح بوده و مردم در رسانه‌های اجتماعی خواستار شفافیت در مصرف آن شدند. رئیس جمهور غنی در ادامه نشست کابینه با استقبال از نشر گزارش تحقیقی روزنامه 8 صبح در مورد فساد در بودجه مبارزه با کرونا گفت که نشر گزارش های تحقیقی بخش عمده از اصول حکومت آزادی بیان و حسابدهی دولت است. برخی از نهادها حامی رسانه ها در کشور با استقبال از این موقف گیری آقای غنی میگویند که نشر و پرداختن به این گزارش ها میتواند جایگاه و رسانه ها را حتی در قدرت نهادی نسازد.
مجیب خلوتگر رئیس اجرایی نهاد حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان نی گفت که نشر این گونه گزارش ها و مطرح شدن آن به عنوان آجندا در کابینه می تواند از یک سوم مردم را آگاه ساخته و از سوی دیگر قدرت را به پاسخگویی وادارد و ابراز می امیدواری کرد که برخورد های حکومت با این گزارش ها پس از این سیاسی و ابزاری نه بلکه حرفه‌ای و عملی بوده و به نهادینه کردن تحقیق و مبارزه با فساد کمک می کند. گزارش تحقیقی 8 ساب پیرامون 7 میل میلیون ها افغانی بودجه مبارزه با کرونا در کشور در حال نشر می شود که به گفته رئیس جمهور غنی کشور در مرحله فلاکت ناشی از ویروس کرونا قرار داشته و دشوارترین مرحله در راستای مبارزه با آن را سپری می کند. گفتنی است که بحران کرونا سایر کشورهای جهان را نیز زیر تهدید جدی قرار داده است و مسئولان در آن کشورها برای مبارزه با این بحران از هر راه ممکن برای محافظت شهروندانشان تلاش می کنند. در افغانستان اما مبارزه با ویروس کرونا از اوایل شک و تردیدهای فساد و استفاده جویی های سوء مقامات به همراه داشته که برای حل بحران به گسترش آن افزوده است. نهادهای حامی رسانه ها از حکومت می خواهند که به گونه عملی به این گزارش بپردازند، نتایج آن را نیز در اختیار رسانه ها و مردم قرار دهد تا از چنین برخوردهایی در آینده جلوگیری شود. گفتنی است که این گزارش از محدود گزارش هایی است که به گونه مستقیم در آجندای کابینه گنجانیده شده و روی آن بحث شده است. همزمان با پیگیری گزارش فساد در بودجه مبارزه با کرونا، سند تعدیل قانون رسانه‌های همگانی نیست یکی از مسائل مورد بحث در نشست روز گذشته کابینه بود. رئیس جمهور غنی در این نشست دستور داد که این سند برای بحث و بررسی بیشتر از مجلس برگردانده شده و روی آن با جوانب از جمله رسانه‌ها گفتگو شود. قرار است کمیته تقنین به رهبری سرور دانش در مورد تعدیلات در این قانون با مراجع رسانه‌ای بحث کند. صدیق صدیقی سخنگوی ارگ ریاست جمهوری روز دوشنبه دوم سرطان به 8 صبح گفت که کمیته تقنین در مشوره همه جانبه با همه جوانب از جمله مسئولان رسانه ها در یک بحث باز گفتگو خواهد کرد تا نیاز برای تعدیل آن بررسی شود. معاونیت دوم ریاست جمهوری نیز با نشر اعلامیه گفته است که رهبری حکومت به آزادی بیان و حمایت از رسانه های آزادی وفادار مانده و هیچ انگیزه برای محدودسازی این آزادی ندارند. سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری و رئیس کمیته تقنین حکومت گفته است که آزادی بیان از دستاوردهای مهم مردم در 20 سال اخیر بوده و با هیچ چیزی معامله شدنی نیست. آقای دانش در اعلامیه‌اش تصریح کرده است که طرح جدید قانون رسانه‌های همگانی با مذاکرات طالبان و توافقنامه صلح این گروه با آمریکا ارتباط ندارد و ضرورت تعدیل آن از 2 سال با پیش پیشنهاد برخی از رسانه‌ها و وزارت اطلاعات و فرهنگ مطرح شده بود. وی گفته است که این طرح مزایایی دارد اما هنوز به تصویب نرسیده و راه برای پیشنهادها و انتقادها در آن باز است. و نقل از اعلامیه آقای دانش گفته است که ریزنی روی این طرح با برخی از جوانب از جمله رسانه‌ها به زودی آغاز می‌گردد و در صورتی که این مواد این طرح در تناقض با قانون اساسی و یا تعهدات دولت قرار داشته باشد اصلاح می شود. این تصمیم ارگ ریاست جمهوری استقبال نهادهای حامی رسانه‌های همگانی را در پی داشته است. مجیب خلوتگر گفت تعدیل قانون یک اصل پذیرفته شده بوده و طرح جدید نیز برخی از نکات مثبت را شامل است، اما به گفته ای وی این نهاد با برخی از مواد طرح تعدیل قانون رسانه های همگانی که سبب محدودیت آزادی بیان می شود مخالف است. آقای خلوتگر تصریح کرد که این قانون با توجه به ثبات قانونی در جریان 17 سال اخیر 4 بار تعدیل شده و به باور وی زمان و زمینه تعدیل قانون رسانه های همگانی در شرایط کنونی فراهم نیست. رئیس اجرایی نی افزود که این نهاد طرح بدیل تعدیلی این قانون را به وزارت اطلاعات فرهنگ فرستاده و تصمیم کابینه مبنی بر بازخواستن طرح تعدیلی از مجلس نمایندگان می تواند به جامعه رسانه‌ای فرصت دهد که به مسائل مهم بپردازند. مجیب خلوتگر تصریح کرد که حکومت تنها 2 گزینه را در اختیار دارد که یا به طرح تعدیل نپردازد و یا هم برای آن باید توافق جامعه رسانه‌ای را با خودش داشته باشد. تا
طرح تعدیل قانون رسانه همگانی در جریان روزهای گذشته به مجلس نمایندگان فرستاده شده بود. مسئولان در دارالانشای این مجلس نیز تایید کرده بودند که این طرح در اختیارشان قرار گرفته است. با این حال انتقال گسترده فعالان جامعه رسانه‌ای سبب شد که حکومت این طرح را برای بازبینی از مجلس بخواهد و در آینده نزدیک روی آن با مسئولان رسانه‌ای بحث کند.